فکر نمی کنید اگر در حوزه عمل وارد می شدید اوضاع شاید بهتر می شد؟ احساس من این بود که اگر قبول بکنم باید ریاکاری کنم، تظاهر به اسلام بکنم. من نیاز به تظاهر به اسلام نداشتم هیچ وقت. توی این سیستمی که درست کرده بودن، خودی و غیر خودی، من باید می شدم خودی. خودی شدم چه جوری بود؟ یه تحریشی باید می زاشتم، یه پیشونه بود، یه کاری می کردم. خیلی بدم میواد از این کار. و در گفتگویم که برای هیئت علمی داشتن گزینش عمومی بهش میگن، آره، یه جوان نشسته بود با من صحبت میکرد که اون فوربا رو پر بکن. بعد آخرش به من گفتش که خب حالا آقای دکتر شما اشهد رو بخونید دیگه بریم. گفتم که ببین پسر جان، اشهد رو میخونم ولی نه پیش تو، جایی که لازم هست حتما. گفت که نه آخه من فرم رو باید پر بکنم. گفتن کسی مربوط نیست که من چیزها رو بلدم، یعنی من نیازی به ثابت کردن مسلمونی خودم برای هیچ کس ندارم. من میرفتم کار اجرایی میکردم، همین اتفاق میفتاد دیگه. برای من یه نفر میومد میگفت که پیش این کارمندا اینا که هستد اینا شما باید مثلا یه وضوع بگیری که همه ببینن. من 100 سال دیگه عمرم نمیکردم کار، یا تعریش بذاری از این حرفا.